بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می کنم. همونطور که شما هم اشاره کردید، بله، گزارش ما را همینک از رصدخانه شبکه برق و انرژی شهر تهران میبینید. میشنوید که تا لحظات دیگه در واقع با حضور وزیر نیرو رونمایی میشه. اما این رصدخانه و مرکز راهبری و پایش هوشمند شبکه برق و انرژی شهر تهران با هدف اینکه کنترل میکنه به طور لحظه‌ای تمام مصرف برق همه مشترکان برق شهر تهران ایران رو، میدونید که در واقع حدود 4,600,000 مشترک برق در تهران حضور دارن که از طریق 70,000 کنتور برق اونها رصد و کنترل میشه. همینه در رصدخانه نمودار سبز رنگ که در کنارش ما هستیم نشون میده که برق همینه 4,351 مگاوات مصرف داره میشه و نسبت به دیروز، ببین نمودار قرمز در واقع یک نموداری هست که مصرف دیروز رو نشون میده و 1.5% کاهش پیدا کرده، در حالی که در کشور ما مصرفمون 66,000 مگاوات بوده و نسبت به دیروز حدود در واقع 300 مگاوات بیشتر مصرف داشتیم و نسبت به سال گذشته همین موقع حدود 5.5% افزایش داشتیم و این خیلی بالاست. مسئولان وزارت نیرو از مردم میخوان که حتما مصرفشون رو کنترل بکنن. میدونین که در واقع اوج مصرف در زمانهای ساعت 11 تا 17 بعد از ظهر هست. در این زمانها حتما سعی بکنن که به هر حال به طور مداوم از کولرها استفاده نکنن، از وسایل برقی استفاده نکنن، کولرهای گازی رو دمای 24 درجه تنظیم بکنن، کولرهای آبی رو روی دوره کن قرار بدن و بخشای اداری هم میدونی که در ساعات اداری 30% از مصرفشون رو باید کاهش بدن و در عصرها هم که بعد از خاتمه کاری هست 60% مصرف برقشون رو کاهش بدن. ممنونم، من در خدمت شما هستم خانم واسین. خانم نوجوان، هم شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردید، هم من در خبرها در ابتدا اعلام کردم که میتونه به صورت برخط این سامانه کمک بکنه برای مدیریت توزیع شبکه برق. آیا محل محور هم میتونیم روش حساب بکنیم؟ آیا به صورت محله‌ای هم میتونیم اطلاعات مصرف رو اعلام بکنیم؟ بله، سامانه بله بله حتما همینطور هست. ببینید از طریق 70,000 کنتور هوشمندی که در محله های سراسر تهران نصب شده، از این طریق هر گونه مصرف لحظه‌ای مشترکان زیر نظر قرار میگیره و هیچ افزایش مصرفی از نظر مسئولین وزارت نیرو و شبکه توزیع برق در واقع دور نخواهد ماند. خیلی متشکرم خانم نوجوان عزیز. خبر